مراسم تنفیذ آخوند روحانی به نمایش شقه و ضعف و بحران رژیم ولایت فقیه تبدیل شد. ولی فقیه ارتجا در مراسم تنفیذ آخوند روحانی از تحریم‌های آمریکا علیه رژیم و سپاه پاسداران و بیانیه‌های مشترک کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه در محکومیت موشک پرانی‌های رژیم ابراز وحشت کرد و در مورد سیاست بین‌المللی رژیم به رئیس جمهور ارتجا هشدار داد. نکاتی که بنده اصرار دارم تکرار کنم و نگذارم از ذهن کسی بیرون برود، حضور دشمن و ترفندهای دشمن است. نباید مراقبت رو نباید فراموش کنید. در همه امور مسئولان مخاطبان اول این سخنند. دشمن مشغول دشمنی است، کارهای گوناگونی انجام میده. ما رو تحریم کردند. تحریم البته مشکلاتی را برای کشور به وجود میاره، در این تردیدی نیست، لکن تحریم ها موجب شد که ما چشممون بر روی امکانات خودمون باز شد. در تصمیم گیری های بین المللی به یاد داشته باشید که دشمن همه توان خودش رو به کار برده برای اینکه شما رو نابود کنه. اینو صریحا امروز هم میگن، بعضیا میگن، از مسئولین دولت هایی که با ما مواجهند و مقابلند، صریح میگن در صدد نابودی نظام جمهوری اسلامی هستن. این رو به یاد داشته باشید. بعضی هم این رو پنهان میکنن، نمیگن، اما واقعیت این است که هست. تعامل بین المللی نباید ما رو از این نکته که دشمنانی هستند که به نابودی ما کمر بستند نباید غافل کنه. از هر بهانه‌ای هم استفاده میکنن. شما موشک ماهواره بر به فضا پرتاب میکنید، ناگهان میبینید که جنجال درست کردن در دنیا. اینا نشانه های این است که بایستی بیشتر مراقب باشید. خامنه ای همچنین با هشدار به پیامدهای مخاصمات درونی رژیم به آخوند روحانی گوش زد کرد که نیروهای پاسدار، بسیجی و چماقداران لباس شخصی تضمین حفظ رژیم آخوندی هستند. قدر نیروهای انقلابی و پر انگیزه را هم بدانید. به همه مسئولین من سفارش میکنم. نیروهای مؤمن، پر انگیزه و انقلابی، اینا کسانی هستند که در مشکلات کشور رو حفظ میکنن، دفاع میکنن، سینه سپر میکنن. قدر اینها رو بدانید. رئیس جمهور رژیم در مراسم تنفیذ خود امضای تحریم‌های جدید از سوی رئیس جمهور آمریکا را به روی خود نیاورد، ولی در عین حال باند رقیب را به خاطر مخالفت با برجام بدخواه نامید و بر ادامه آن تاکید کرد. نظام جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تحمیل انزوا از سوی دشمنان را نمیپذیرد و تسلیم خواست بدخواهان در جهت عدم مشارکت فعال ایران در نظام جهانی و به دور ماندن از تحولات و دستاوردهای تجربه بشری را نخواهد پذیرفت. برجام نشان حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای تعامل سازنده و مؤثر در سطح بین المللی بوده و هست. کیهان خامنه‌ای در آستانه تنفیذ آخوند روحانی بار دیگر او را به خاطر اعتراف به 38 سال اعدام و شکنجه در نظام ولایت فقیه شلاق کش کرد و نوشت: یکی از مسائل مواضع و رویکردهای زیگزاگی روحانی است. دولت و شخص روحانی گاهی در بزنگاه‌های مختلف مواضعی اتخاذ کردند که ضربه‌های سختی را به منافع نظام و باورهای عمومی وارد کرده است، مانند اینکه نظام را در کوران رقابت‌های انتخاباتی به 38 سال اعدام و شکنجه متهم می‌کند.